شامپانزه کجا؟ نمیتونم، هر روز همه گوشه و کنارا لپیده و آفتاب میگیره. اونها ششون جا. آره منم دیدمش. اینجا رو باش. حالا میخوایی چیکار کنی؟ من با این چوب دماغش رو قلقلش میدم. چه کیفی میده؟ آره خیلی کیف داره. این دیگه از کجا پیدا شد؟ آیا میره همه رو با خبر میکنه؟ آره باز شما دوتا این آت که وای نمیسته. اگه میخوای بیا ما رو بگی. دیگه خسته شدم، امروز حسابتون رو میرسم. بذار دستم بهتون برسه. میگیرم تو. امروز دارم میرم جنگل، تو هم میتونی با من بیای. چه این بار سر به سر کی گذاشتین؟ آخه ما که با کسی کاری نداشتیم، داشتیم شوخی میکردیم. چرا اینقدر سر به سر شامپانزه میذاری؟ سر به سرش نذاشتیم که. خب چیکار کنیم؟ ما از شامپانزه بدمون میاد. آخه میگن از قدیم شامپانزه ها و گوریلا با ما بد بودن. نه عزیزای من، بد نبودن. شما دارین چی میگین؟ پس چرا همه میگن شامپانزه و گوریل میخواستن پدر بزرگمون رو از بین ببرن؟ حالا فهمیدم، اشتباه بهتون گفتن. بذارین داستان رو کاملا براتون تعریف کنم. همه چیز موقعی شروع شد که جغدی به نام ماهان شبانه به دیدن شیر رفت. بیام تو کی هستی؟ تو این هوا اینجا چی کار میکنی؟ ماهانم، ماهان. چی؟ نفهمیدم، چی میگی؟ برانتر بگو. اومدم تا جناب شیر رو ببینم. قربان، یه جغد پیر اومده، میخواد شما رو ببینه. یه جغد پیر؟ اونم تو این طوفان؟ بذار بیا تو ببینمش. ماها، تویی؟ دارم درست میبینم؟ آره. چرا سرزده اومدی؟ خبری شده؟ امروز خیلی لاشه توی جنگل دیدم، ترسیدم، گفتم هرچه سریعتر بیام و بهتون بگم که اگه اینطوری پیش بریم حتما قحطی میاد. قحطی میاد؟ معلومه چی داری میگی؟ مگه میشه؟ چرا من خبردار نشدم؟ پس باید به فکر چاره‌ای باشی. این دیگه از کجا اومد؟ خدا به همه ما رحم کنه. توی چشمم زدن همشون رو شکار میکنم.
توی چشم هم زدن؟ حالا نشونت میدم. دیشب که این خبر رو دادی بد جوری تو فکر رفتم، تا صبح خوابم نبود. ببخشید قربان، چاره‌ای نبود، باید بهتون میگفتم. آخه دیدم بعضی از حیوانا بر طبل جنگ میکوبن. باید مشاورینم زودتر به من میگفتن، چون این جنگل دیگه تحمل قحطی نداره. مشاورین ولش کن، نست رو سنبارش بودم. با شما هستم دوستان. دوستان حالی چی تبا میکنی؟ این شکار قضای امروز شیره. اول من باید یک همیشو بچشم، اگه خوشمزه بود اون وقت سهم جناب شیره. جغ وقتی چند روزی کنار جناب شیر بود، تازه فهمید که روبا و کفتار و کلاغ و گرگ هر کدوم فقط دنبال لاشه های شکار جناب شیرن و بهش کمکی نمی کنن. برای همین شیر خسته و تنها به نظر میرسید. اون روز که این همه لاشه رو دیدم تعجب کردم، فهمیدم که مشاورینتون دنبال کارای جنگل نیستن، دنبال غارت شکارن. من اینجا میمونم و کمکتون میکنم. تو خودت گرفتار پرنده های جنگلی، چجوری میخوای اینجا بمونی و کمکم کنی؟ باید برگردی. پس بذارید دوستمو به شما معرفی کنم. اون از پس همشون بر میاد، خیلی امین و زیرکه، کمکتون میکنه، نمیذاره اطرافیانتون جنگلو اینجوری غارت کنه. پس گفتی رفیقت انقدر زیرک هست بتونه جلوی اینا وایسه و جنگلو آروم کنه. برای چی اومدی اینجا پیش من؟ راستش دلم تنگ شده بود، اومدم حالتو بپرسم. واقعا دل تنگ شده بود، راستشو بگو. آخه امروز دیدم که وقتی نزدیک شیر شدی ساکت شد. به نظرت اون چی داشت به جغد میگفت؟ تو که باید همه چیزو بهتر از من بدونی. راستش من که نتونستم بفهمم چی میگفتن، اینجور که معلومه نذاشتن تو هم بفهمی، پس شیر به تو هم خیلی اعتماد نکرده. اشتباه میکنی، من همه چیزو شنیدم، شیر به من کاملا اعتماد داره. خب اگه تو همه چیزو شنیدی و اگه راست میگی بگو ببینم، جغ برای چی اومده بود تو شیر رو ببینه؟ به کسی چیزی نگی. جغد میخواست یکی از دوستشو بیاره پیش جناب شیر. دیدی حالا اشتباه میکردی؟ اما انگار تو نشنیدی کیو میخواست بیاره، شنیدی؟ امیدوارم کسیو که معرفی میکنی خوب بتونه از پس این کار بر بیاد. وقتی ببینیدش میفهمید اون همون کسیه که شما دنبالشید. حالا این رفیقت کی هست؟ خب میدونید اون یه شغاله، اسمش دامونه. یه شغال؟ چند وقت میشناسی؟ سالهاست میشناسمش، با هم خیلی سفر کردیم، عاقل و با تجربه است. آچه اصلنم تمکار نیست. شغال بی تمع. هیچ علاقه ایم به شکار نداره. اسم شغال باعث نگرانی شیر شد. جغد مجبور شد برای راضی کردن شیر داستان آشنایی با پدرم رو براش تعریف کنه. پدر، آخ چی میشد اگه یه پرنده برامون شکار میکردی؟ با این همه میوه های شیرین خوشمزه دیگه نیازی نیست شکار کنیم. بچه ها بهتر زودتر برگردیم سمت خونه. امشب دیگه میخوای کجا بری؟ امشب قراره یکی از حیوانا رو ببینم، آخه ازم کمک خواسته. اون شب با این که من فقط یه بچه بودم، همه ی وجود می فهمیدم صداهایی که از جنگل میاد عادی نیست. پدر میشه امشب ما رو با خودت ببری؟ امشب نمیتونم،
اگه خوب بخوابید قول میدم یه شب دیگه با خودم ببرمتون بیرون. چی کار میکردی؟ حالت خوبه؟ اونا کی بودن؟ ماهان تنها کسی بود که اون شب از راه رسید و همه چیزو دید. بعدها که بزرگ شدیم جغد برامون تعریف کرد که اون شب اگه اونجا نبود و به داد پدرم نمیرسید دیگه هرگز نمیتونستیم ببینیمش. تو کی هستی؟ خوشحالم به هوش اومدی. من ماهانم. اینجا کجاست؟ من اینجا چی کار میکنم؟ وقتی از اون بالا پرتت کردن من آوردمت اینجا. من پرت شدم؟ اولش فکر کردم مردی، اما نزدیک شدم دیدم هنوز داری نفس میکشی. چند روزه که اینجایی، خیلی خوبه که به هوش اومدی. چند روزه؟ پس بچه هم کجا؟ نگران بچه هات نباش، فقط به این بگو اونا چی بودن، ازت چی میخواستن. چون شبا حمله میکردن هیچ وقت قیافه هاشون رو ندیدم. بیش از اندازه شکار میکردن، به کوچیک و بزرگم رحم نمیکردن. من فقط به بقیه یاد میدادم که به دامشون نیفتن. برای همینم اون شب دنبالم کردن تا انتقام بگیرن. این اتفاق بدیه، جنگل رو با آشوب میکشه. بهتره برگردم، بچه هم تنهان. برگردی؟ اصلا فکرشم نکن. این دفعه اگه ببیننت مرگت حتمیه، نباید بری. پس بچه همو چی کار کنن؟ نگران نباش، فقط به هم بگو کجا. جغد مرتب به ما سر می زد و برامون غذا می خورد. مثل بچه های خودش از ما محافظت می کرد. جغد تعریف کرد که به امید پیدا کردن دامون چجوری از لونمون فرار کردیم و سراغ پدرمونو از هر کسی که می دیدیم می گرفتیم. و این که بعد از فرار ما از خونه دیگه ماهان هر کاری کرد نتونست ما رو پیدا کنه. این شغال شکار که نمیده، به گوشتم که میگی لب نمیزن، پس با چی خودشو سیر میکنه؟ قربان، تا اونجایی که من دیدم با میوه‌های جنگل خودشو سیر میکنه. بهش علاقمند شدم، میخوام دامون و بچه هاشو ببینم. قربان، دامونو میتونید ببینید، ولی بهتون گفته بودم که مدت هاش از بچه هاش خبری ندارم. موسیقی
جناب شیر، جناب شیر، دیدمش. دوستم شغال نزدیک آبشاره. میبینیدش؟ آره، چی کار میکنه؟ ببینید چجوری کبوتر رو دورش میچرخن. حالا باور کردی دامون گیاه‌خواره؟ جناب شیر، عمر جناب شیر دراز باد. از دیدن شما خیلی خوشحالم. وقتی شنیدم شغالی مثل تو جنگل من زندگی میکنه خوشحال شدم. از توجه شما ممنونم. جوگ درباره تو با من صحبت کرده، علاقه داری در جنگل به ما خدمت کنی؟ نمیدونی چه خبر شد. چه خبری؟ جوگ آخر کار خودشو کرد، شیر رو برد پیش شغال. صرافه گفتش جوگ میخواد دوستشو بیاره پیش شیر، اما نمیدونستم دوست اون یه شغاله. این جوگ خوبه نیست. جوگ خوب، جوگ مرده است. بعد از این همه سال که به شیر خدمت کردم چی شد؟ آخه مگه من چی کم گذاشتم که داره کسی دیگه ای رو میاره؟ آخه چرا بین این همه حیوان شغال؟ جناب شیر، شما با این همه خدمتکار زرنگ و وفادار دیگه چه نیازی به من داره؟ وضعیت جنگل طوریه که بهتره پیش من باشی. همیشه آرزوی من بوده که پیش شما بیام، اما ترسم اینه که با مشاورین زیادی که شما اینجا داریم باعث نگرانی و دردسر بشم. قربان، دردسر چیه؟ جناب شیر میخواد تو به حیوانای جنگل کمک کنی. منظورم از دردسر اینه که حیوانای زیادی به شکارهای شما چشم دوختن. ممکنه اگه به قصر بیام اونا نتونن توی شکار زیاده روی کنن و بعدم ناراحت بشن. ناراحت بشن؟ منظورم اینه که بدگویی منو پیش شما بکنن. نه ترس، من اجازه بدگویی به کسی نمیدم. ولی اگه اجازه بدی برای حضورم در قصر یه شرط خیلی مهم دارم. وقتی شیر شرط شغال رو قبول کرد، ولوله‌ای تو جنگل به پا شد. ببینم شغال به شیر چی گفت. شرط خیلی عجیبی برای شیر گذاشت. چه شرطی؟ شرطش این بود که هر کی پشت سر شغال بدگویی کنه، شیر به شغال کاری نداشته باشه و زود دربارش قضاوت نکنه. منم نگران شدم وقتی دیدم شغال جای شیر نشسته بود و داشت نقشه میکشید. برای کی نقشه میکشید؟ خب معلومه، داشته برای ما نقشه میکشید. یعنی میخواید انقدر صبر کنید تا کار از کار بگذره و شغال هممونو نابود کنه؟ بهتره یه کاری کنیم تا شیر بفهمه که دامون گیاه‌خوار نیست، بلکه یه حق بازه. مثلا چه کاری؟ اینجا که نمیشه، باید بریم یه جای امن، اون وقت بهت میگم. با ما رو کشتی. خب بگو ببینم چی میخوای بگی. آره بگو. نزدیک شیر، نزدیک شیر تا کسی حرفامونو نشنده. ماهان خیلی خوشحال بود، سعی میکرد به دامون از تجربه‌هاش برای بهتر شدن وضع جنگل بگه، ولی پدرم انگار حرفای جغد رو نمیشنید. اون از این که هنوز ما رو پیدا نکرده خیلی غمگین بود. امروز روز آخرمه، باید برگردم. خوشحالم که تو اینجایی و به شیر کمک میکنی تا همه چیز درست بشه. پدرم دامون برای اینکه دیگه تو شکار کردن مثل گذشته زیاده نبی نشه، هر چند وقت یک بار مراسم شکار ترتیب میداد. از مهمونای خارجی هم دعوت میکرد. آخر مراسم همه ی لاشه ها رو جمع میکردن و برای مدتی حیوان ها از این شکار ها میخوردن. قربان، مهمان‌های خارجی برای ادای احترام خدمت رسیدند.
I am very happy and grateful to be in your jungle, your majesty. And I send my greeting from the jungle of India. Qurban, Zusmar Komodo az Australia. Hello, 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 your majesty. I bring greeting from the jungle of Australia. میبینی دامون نمیذاره ما شکار کنیم، اون وقت به جاش خارجی ها را دعوت میکنه. با این کاراش فکر نکنم دیگه غذای زیادی تو جنگل برامون بمونه. قربان، همه چیز برای شکار آماده است. بعد از اومدن دامون دیگه شیر احترام و قدرت زیادی پیدا کرده بود. حالا آرزوی همه ی حیوانای جنگل این بود که کنار شیر باشن. کلیله نگاه کن، جناب شیر داره میاد. کلیله، این بهترین وقته که جناب شیر رو از نزدیک ببینیم. آخه ما با اون خیلی فرق داریم دمنه، همینجوری که نمیشه رفت کنار جناب شیر. ما چه فرقی داریم؟ تازه نگاه کن، گوش منم شبیه یکی از دوستای جناب شیره. اگه یه شغال توی دار دسته جناب شیره، پس ما هم میتونیم به جناب شیر نزدیک بشیم. من که اصلا نمیخوام برم پیش شیر. نمیفهمم تو اصلا برای چی میخوای بری اونجا. صدا برام ناشناس، این صدای حیوانای جنگل من نیست. قربان نگران نباشی، کرکس این حیوانا هر کجا که باشه پیدا میکنه. این دیگه صدای کی؟ تا به آن همچین صدایی نشنیدم. به نظرم این صدا آشناست. فهمیدم، این صدای شنزبه است. شنزبه؟ اسم عجیبیه، تو اونو کجا دیدی؟ کنار علفزاد. او یه گاو بزرگه، میگه از روستا فرار کرده، تازه اومده به جنگل. نمیدونم از دیروز تا حالا کرکس دنبال چی داره میگه. سمتو چرخ میزنی، خبریه؟ دنبال اون صدای عجیبیم. شما از اون خبری دارید؟ آره داری. فکر کنم من این حیوانو تو علفزار دیدم. پس تو اونو میشناسی؟ آره، اون یه شیرین گوشته، خیلی بزرگه. شیرین گوشته؟ خیلی خوبه، باید بیاریش پیش جناب شیر. به شرطی که منم بتونم بیام. چرا که نه، تا اونو بیاری حتما شیر خوشحال میشه تا رو ببینه. قربان، خبر خوب دارم. اون صدای عجیب و غریب رو پیدا کردم. یه بچه شغال دیدتش، میگن اون یه شیرین گوشته. شیرین گوشته؟ واجبه ببینمش. اطاعت قربان. در ضمن از شکار دیروز راضی بودید؟ دیروز یکی از بهترین روزهای شکارم بود. قربان شکی نیست، شهرت و شجاعت شما در شکار زبان زده هم است. اما بعد از شکار نگران شدم. جان شیر به سلامت باشد، چه چیزی شما را نگران کرده؟
دیروز بعد از شکار همه لاشه ها اینجا بود، اما غروب که برگشتم هیچ اثری از اونا ندیدم. قربان نگران نباشید، حتما دامون از محل شکارها با خبر است. چرا از اون نمیپرسید؟ دامون که الان اینجا نیست، به خونش رفته. پس بهتر است از روباه بپرسید. من که بی خبرم، از کارای دامونم سر در نمیارم. مگه دامون چی کار میکنه؟ میترسم اگه بگم ناراحت میشه. بهتر نیست از خودش بپرسی؟ حسم از حرفات اینه که اتفاقی افتاده و نمیخوای به من بگی. راستش مدتیه که میخوایم راجع به دامون با شما صحبت کنیم. بله. نکنه چیزی از من پنهان کردید؟ نه 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 قربان، ما چیزی رو پنهان نکردیم، فقط همگی یکم نگرانی. قربان، همون شبی که جغد پیشتون اومد فهمیدم میخواد همه چیز تو جنگل به هم بریزه. دشمنی تو با جغد و همه میدونن، حالا میخوای چی بگی؟ قربان چند روزیه که میبینی شغال کاراش خیلی غیر عادی شده. هر بار لاشهی به دهن میگیر و از شکارگاه یواشکی فرار میکنه. شما درباره کدوم شغال حرف میزنید؟ منظورتون دامونه؟ قربان حرف روبا درسته، من دیدم که دامون لاشه رو از جایگاه یکی یکی میبره. شیر لحظه‌ای تو فکر فرو رفت، باورش نمیشد دامون لاشه ها رو بدوزه. قربان فکرشم نکنید، ما دوباره میریم شکارا، کلی براتون لاشه های چرب و نرم میاریم. قربان نگران نباشید، ما شما که از باطنش خبر نداشتیم، فقط گول اون جغد رو خوردیم. اگه دستور بدید خونش رو میگردیم، شاید الان لاشه ها اونجا باشن. حرفای روبا و اطرافیان در شیر اثر کرده بود، تصمیم گرفت قاصده که برای تحقیق به خونه دامون بفرسته. قربان تو راه که می اومدم کلاغو دیدم، گفت شما با من کار دارید. آره، خوب گوش کن، میخوام جنگل خوب بکردی، شغال رو پیدا کن، بعد ازش بپرس لاشه های شکار کجاست. بله، هر جوری شده باید از این ماجرا سر در بیارم. شنزبه بچم، چیه؟ چی کار داری؟ تو با کسی کی داری اینجا علف میخوری؟ اینجا که روستا نیست، جنگله، من هر جا که بخوام میتونم علف بخورم. نه دیگه، باید با هم بریم پیش جناب شیر، امشب کرکس دعوتمون کرده، اونجا باید اول اجازه بگیری، هر چقدر که دلت خواست اون وقت علف بخور. خیلی خوبه. دمنه بی خبر از اتفاقات بدی که برای پدرم افتاده بود، شبونه با شنزبه را افتاد و از خطرناکترین جاهای جنگل گذشت تا به جناب شیر برسه. چه صدای قشنیه. نگران نباش، ترست به خاطر این که تا به حال شب تو جنگل نبودی. حیوانا وقتی شکار سر و صدای زیادی میکنن. نترس، خودم هوا تو دارم. دمنه با دیدن گرگا نگران شده بود و یه لحظه تو فکر رفت. شنیده بود که گرگا خیلی بیرحمن، ترسید اگه اونا شنزبه رو شکار کنن دیگه بهونه ای برای رفتن پیش شیر نداشته باشه. به چی داری فکر میکنی؟ چرا هیچی نمیگی؟ داشتم به خودم فکر میکردم بهتر گرگا و کفتار منو با تو ببینن تا حساب کار دستشون بیاد. چه بوی لذیذی؟ آره بوی شکاره. این بوم منو یاد سالای پیش میندازه که شیر یه شیرین گوشت بزرگ شکار کرده بود. جات خالی، آخ که چه مزه‌ای داشت. راست میگی، بوی شیرین گوشت همین نزدیکیه و آره دیدمش، بجم چه هیکلی داره، امشب نونمون تو روغن. دون ما
باشه. نواز بذاریم و رودخونه برستم. نگران نباش، توی چشم به هم زدن جلوشونو میگیش. تو هم میبینی عجب شیرین گوشتیه، شکارش کنیم واسه یه ماهمون بسه. نگاش کن یه شغالم باشه، باست یه جوری دست به سرش کنیم. وقتی شغالو میبینم تنم میلرزه، شغالو میسپرم به تو. باز دوباره بخوری منو به اندازی تو درد سر؟ من سر به سر شغالا نمیذارم. بهترین کار اینه که وقتی نزدیکشون رسیدیم به شغال محل نذاریم. ما دنبال شیرین گوشتیم، دنبال درد سر که نیستیم. باز موافقم. جمعونه خوشتیپی سر زدم که باشه قدمش رو چشمه. حالا اسم چیم خوشتیپ؟ من شنزبم از روستا. چه اسم لذیذی، منظورم قشنگی. همه به بیگن اسمم خیلی قشنگه. چه قدی، چه قامتی، چه چشمی. ممنون، خیلی شما مهربونید. میگم چجوری موقع شکارش کنین؟ نگاه کن ببین چجوری این کارو میکنم. آره، سال از شیرین گوشتی به این زیبایی توی جنگل نایومد. نه جنگل بده، اینا میگن من شیرین گوشتی. شنزبه، تو چقدر حساسی؟ رئیس و بزرگ قبیله ما همیشه از میون شیرین گوشتا انتخاب میشه. گفتم شاید، شاید ما بتونیم تو رو رئیس قبیلمون کنیم. جناب شیرم گفت که من خیلی قشنگم. دوست جناب شیر؟ ببینم، تو دوست جناب شیری؟ بله، امشب داریم بیدیم خونه جناب شیر. بینم، با این شغاله میری پیش شیر؟ مگه چی میشه اگه شنزبه همراه من بیاد پیش جناب شیر؟ عجله کن شنزبه، مهمونی جناب شیر داره شروع میشه. بذار یک کمی بیشتر باشون گپ بزنم. شنزبه، صدای شیپور قصره. ببین یک کم صبر کن، من دلم خیلی شور میزنه. آره با ما نگرانتونه، چون میدونیم جناب شیر با شغالا مشکل پیدا کرده. بهتره نری. مشکل پیدا کرده؟ چه مشکلی؟ همه چی سو قصد به هم ریخته. شکارا گم شدن، میگن شغال اونا رو خورده. حالا توی شیرین گوشت میخوای با این شغال بری اونجا؟ ببین من نظرم عوض شده، دیگه نمیام. تو مگه هرچی میگم باید قبول کنی؟ وایسا، تو که اینقدر ترسویی چرا از اول اومدی؟ حالا آبرون پیش کرکس رفت. بی خیال شنزبه، فکر یه شکار دیگه باش که خیلی گرسنه. خیلی حیف شد، اگه این شیرین گوشت دوست جناب شیر نبود امشب غذای سیری میخوردیم ما. خوب شد که گرگ و کفتار رو دیدیم، وگرنه میافتادیم تو درد سر. برای تو خیلی راحت این کارو بکنیم، اما حالا جواب کرکس رو من چی بدم؟ این همه وقت کجا بودی؟ چرا دیروز نیومدی؟ قربان منو عفو کنید، روز سختی داشتم. ببینم حالا دامونو پیدا کردی؟ بله، وسط جنگل بود، اونجا دیدمش. خوب ازش پرسیدی؟ چی گفت؟ قربان، شغال به شما خیلی گستاخی کرد، شرم دارم همه حرفاشو بگم. باید همه چیزو به من بگی. قربان، وقتی اونو دیدم مشغول خوردن لاشه های شکار شما بود.
مگه ماها نگفت شغال سبزی خاره؟ خب بعد چی شد؟ نزدیک شدم تا ازش سوال کنم. با عصبانیت بهم گفت چی کار داری؟ نمیبینی مشغول خوردنم؟ چی داشت میخورد؟ لاشه های گوشت بود. بوی خیلی بدی هم میداد. بهش گفتم پیامی از طرف جناب شیر دارم. شیر دنبال لاشه های شکاره که عصبانی شد و گفت مگه شیر حالا شکار کردی که من لاشه هاشو میخورد؟ ای شغال دوستان، حسابتو میرسم. نگهبان، دامون و سریا دستگیر و زندانی کنیم. حالا دیگه دوستی میکنه؟ نافرمانی هم میکنه. بلایی به سرش بیارم که مرغا یا آسمون براش گرگه کنن. سیاه بان سقاسی رو خبر کن ببینم. چشم قربان. ای بابا، وسط این کوها این غازی رو چجوری پیدا کنم؟ جناب غازی، جناب غازی، جناب غازی، جناب غازی. چه خبر شده؟ جناب قاسی، جناب شیر منتظر شما هن. این موقع شب؟ قربان، کار جناب شیر فوریه. مادر، چرا انقدر امشب شیر عصبانی شده آخه؟ حتما اتفاقی افتاده. اینجا چه خبر؟ تو اون عربه چیه؟ دمنه این همون شغالی نبود که پشت شیر را میداد. خوشحالم که نتونستی بری پیش شیر، وگرنه الان با اون شغال تو اون قفس بودی. در خدمتم جناب قاضی. بگو ببینم، بر اساس قانون جنگل سزای دزدی یک وزیر یا مشاور چیه؟ فرمودین دزدی؟ پس اجازه بدین باید به کتاب قانون جنگل نگاه کنم. خب قانون چی میگه؟ سرورم، در قانون آمده که باید دوست از آبشاری بلند به رودخانه پرتاب شه تا گناهانش شسته بشه. عجب، حالا باید چی کار کنیم؟ قربان، اونو باید از بلندترین صخره پرت کنید تا زنده نمونه. راست میگه، باید کاری کنم تا درس عبرتی بشه. سرور گرانقدرم، اجازه بفرمایی شغالو ببینم تا قبل از هر گونه تصمیمی مطمئن بشم گناهکاره. نگهبان، زندانی رو پیش من بیار. اطاعت قربان. دامو، تو به دستور جناب شیر و به جرم دزدیدن شکارهای او دستگیر شده ای. چرا از موقعیت خود سوء استفاده کردی و دست به این کار زشت زدی؟ چند بار باید بگم که من گوشتکار نیستم و نیازی به دزدیدن شکارهای جناب شیر ندارم. چگونه توقع داری ما و جناب شیر حرف تو باور کنی؟ آیا برای ادعات شاهدیم داری؟ چی؟ انگار همه چیز وارونه شده. شما باید برای اتهامی که به من زدید شاهد بیاری. مطمئن باش، به اندازه کافی بر علیه تو شاهد هست که تو رو دستگیر کردی. چه کسی تونسته این اتهامو به من بزنه؟ من مشاور جناب شیرم. اما بسیاری از اطرافیان جناب شیر شاهد دزدی های تو بودن. حداقل به من بگید که این اطرافیان چه کسانی هستن؟ گرگ، کفتار، کلاغ، روبا؟ پیک مخصوص جناب شیر، قاصدک. کافیه یا بازم ادامه بدم؟ قاصدک؟ وای خدای من، امکان نداره، دیگه بیچاره شدم. نگهبان، اونو سری ببر تا در مقابل چشم همگان مجازات بشه. مگه تو به من قول ندادی که اون حیوانو پیش من میاری؟
باور کن آوردمش. نزدیک قصر شده بودیم که یه مرتبه سر و کله گرگا و کفتارا پیدا شد. اونا شنزبر رو خیلی ترسوندن. دیگه هر کاری کردم نمیخواست بیادش. چرا تو نمیفهمی؟ اون یه شیرین گوشته، چاق و چله و بزرگه. وقتی بیاد پیش شیر روحیش خوب میشه. میدونم بوی شنزبر رو که بشنوه از این رو به اون رو میشه. چرا این شکلی شدی؟ این کارو کردم تا منو نشناسی. آخه هر وقت بهت نزدیک میشم فرار میکنی. ببین فکرشم نکن، من اونجا نمیام. من دوستتم، میخوام بهترین علفزارا مال تو باشه. چاره ای نداریم، باید بریم پیش جناب شیر تا اجازه بگیریم. تازه جناب شیرم چه عصبانی نیست. عصبانی نیست. خیلی هم عصبانیه. من نمیام، فراموش کن. باورت میشه که اون دزدی کرده؟ آره من از اولم میدونستم، از چشماش معلوم بود. آخر سر گرفتنش. مرگ سرش گرای ما رو بخوره، عاقبت شرنه. ببین سزای دزدی آخرش اینه. خوب همه رو گول زدی، پس گفتی که گیاه‌خواری. بالاخره با کمک ما جناب شیر شغالو خوب شناخت. تو با این مقامی که داشتی چرا اینقدر حرص زدی؟ واقعا تمنکاری. لازم نیست زنجیر رو صفت ببندی. دستور جناب شیره. میگن زندانی خطرناکی. خطرناکی؟ من توی قایمشون کرد. آها شما بلا شاست سهب ما بود. قربان جناب غازی آماده است حکم را بخواند. جناب شیر، امروز به فرمان شما آماده ایم تا بر اساس قانون جنگل این شغال مجرم را مجازات کنیم. اصلا یا حدا داشتی چه وزیر باشی؟ جناب شیر، حیوانات محترم، جرم این شغال به عنوان مشاور شیر دزدیدن، نافرمانی و پنهان کردن صدها لاشه شکار است. حالا مجازات او بر اساس قانون جنگل آغاز می شود.
ببینم میخوام با این شغال چی کار کنم. خودت کمک کن. اون روز من و دمنه به چشم دیدیم که شیر با چه عصبانیتی منتظر اجرای حکم بود. آگهان شیر بانو یاد شرطی که پدرم گذاشته بود افتاد. دست پاچه شد، سریعا خودش رو به شیر نزدیک کرد. قربان چه اتفاقی افتاده؟ روباه و دار و دستش رو پیش من بیار. چشم قربان. بیاریدش بالا، عجله کنید. زنجیرشو باز کن. اطاعت قربان. حرفای شیربانو باعث شده بود که ورق کاملا برگرده. این دفعه به جای دامون گرگ و روباه و کلاغ بودن که باید هر کدوم جداگونه به شیر جواب پس میدادن. قربان با من کاری داشتی؟ بله، چند سوال در مورد دامون داشتم. درباره دامون؟ به من گفتی تو خودت دیدی که دامون شکارهای جناب شیر را میدزدید. من حالا دقیقا به ما بگو آن روز چه دیدی؟ من که خودم چیزی ندیدم چون اونجا نبودم، اما کلاغ که خیلی قبولش دارم همه چیزو دیده. کلاغو بیاری. قربان، کلاغ همین نزدیکیه. قربان، شما منو احضار فرمودید؟ روباه میگه تو از خیلی چیزا با خبری. روباه؟ مگه روباه چی گفته؟ روباه گفت تو اول خبر دادی که دامون لاشه های شیر را دزدیده. بله بله، اول من دیدم، بعد این خبر رو به روباه که مشاور جناب شیره دادم. به ما دقیقا بگو تو اون روز چه دیدی؟ مشغول پرواز بودم که دیدم دامون داره یکی یکی لاشه ها رو از چه کارگاه میبره. وقتی این خبر رو به روباه دادم، اون گفت باید هر چه زودتر جناب شیر رو با خبر کنی. این نشون میده که دامون حق بازه، سبزی خار نیست بلکه یک گوشت خار طمع‌کاره. قربان، گرگ اینجاست، اگر اجازه میفرمایید وارد بشه. قربان، خبری شده؟ تو که شاهد بودی دامون داره لاشه های شکار رو میدزده، چرا جلوشون نگرفتی؟ جناب قاضی، من فقط از دور شاهد بودم که روزا دامون لاشه ها رو میبره. راستش فکر کردم که جناب شیر به اون اجازه این کار رو داده، تا اینکه روبا به من گفت که دامون بدون اجازه جناب شیر داره لاشه ها رو پنهون میکنه. لاشه ها رو کجا پنهون میکرد؟ راستش من بی خبرم جناب قاضی. پس معلومه روباه همه چیز رو به ما نگفته. روباه را بیاوری. گرگ میگه تو فقط از جای لاشه های پنهان شده با خبر بودی. قربان، دوست نداشتم این خبر تلخو من به شما بدم. میبینی شیربانو، همشون یه حرفو میزنن، حرفاشونم به نظرم درسته. بهتر نیست حرفای قاصدک هم بشنوید. جناب قاضی، قاصدک کجاست؟ قربان، اون منتظر اجازه که شماست. جان شیر به سلامت باد. قاصدک، این روزها میبینم که خیلی با کلاغ رفت و آمد داره. نه جناب شیر، چی شده که شما اینطور فکر میکنید؟ کسی چیزی گفته؟ لازم نیست کسی چیزی به من بگه، من از همه کارا با خبرم. میتونم چیزی از من پنهان کردی. اگه اون چیزی به من نسبت داده، بدونید حتما دروغه. متوجه نمیشم منظورت از اون چه کسیه. کلاغ قربان، همان از این کلاغ. آروم باش ببینم کلاغ چی کار کرده. قربان، نمیتونم بگم، آخه خیلی خیلی میترسم. اگه قول بدید منو ببخشید همه چیزو میگم. بسیار خوب، منتظرم. اون روز وقتی که از پیش شما رفتم، عصر رسیدم به خونه دامون، همش تو راه فکر میکردم. قاصدک بالاخره حقیقتو فاش کرد.
نمیدونم این لاشه رو کی آورد. شاید یه هدیه باشه. هدیه؟ حتما نمیدونستن که من گیاه خارم. بله این هدیه خیلی هم بو میده. خب بگو ببینم برای چی اومدی. ببخشید که مزاحم شدم. جناب شیر نگران بودن، دنبال لاشه های شکارشون میگشتن، از من خواستن که از شما بپرسم از اونا خبری داری؟ چند وقت پیش جناب شیر گفت جای انبار شکار باید عوض بشه. منم بدون اینکه کسی بفهمه لاشه ها رو به جای سردتری بردم. آهان، پس جناب شیر از این کار شما خبر ندارن چون خیلی عصبانی بودن. به جناب شیر خبر بده که لاشه های شکار کجاست. منم هرچه زودتر خدمت میرسم. مواظب خودت باش. سلام منو به جناب شیر برسون. حاستک خیلی خوشحال شده بود. با دستی پر به سمت جناب شیر پرواز کرد، اما چون راه طولانی بود تصمیم گرفت میون راه استراحت کنه. اینطوری که کی اونجاست؟ به نظرم یکی داشت حرفامون رو گوش میکرد. بهتره تا دیر نشده ببینی کی بوده، وگرنه کارمون زاره. خب حالا دیگه به حرفای ما یواشکی گوش میکنی. اصلا خبر نداشتم کسی اینجاست. بیلم کن، میدونی عاقبت کسی که به پیک مخصوص جناب شیر حمله کنه چیه؟ نه من فقط میدونم عاقبت کسی که حرفای ما رو یواشکی گوش بکنه چیه. یواشکی درباره چی داری صحبت میکنی؟ از من چی میخوای؟ حالا گوشاتو خوب باز کن. اگه اون حرفایی رو که از ما شنیدی به کسی بگی، تک تک پراتو میکنم. من که چیزی نشنیدم، ولم کن. اگه میخوای ولت کنم فقط یه راه داره. وقتی شیر رو میبینی میگی دامون این حرفا رو زده. کدوم حرفا؟ دامون که بهم گفته چه چیزی به جناب شیر بگم. حرفای دامون رو ول کن. اون چیزی رو که من بهت میگم باید به جناب شیر بگی. آخه اگه جناب شیر بفهمه آبروم میره. من اگه جای تو باشم اول به فکر جونمم تا آبروم. وقتی به شیر رسیدی بهش میگی دامون به شما ناسزا گفت. آخه این که دروغه. چطوری میتونم این حرفو به جناب شیر بزنم؟ مطمئنم که راه درست خودت انتخاب میکنی، یا این راه یا اینکه میتونیم ازت یه غذای چرب و چیلی برای دوستام درست کنیم. من نمیدونستم که تو جنگل من این همه خیانتکار وجود داره. قاصدک، تو رو به خاطر اینکه حقیقتو گفتی و جون بهترین دوست و مشاور منو نجات دادی میبخشم، اما وای به حال اونا. جناب قاضی سریان اونا رو بیارید. وای. اونا از صحبتهای شیر فهمیدن که همه چیز لو رفته. تا هوا روشن نشده باید خودمونو به اون غار توی کوه برسونیم، وگرنه کارمون تمومه. قربان، هرچه گشتیم ازشون خبری نیست. ظاهرن از جنگل فرار کردن. فرار کردن؟ این وظیفه شامپانزه و گوریل تا پیداشون کنن. سریان اونا رو بفرست. باید کاری کرد تا دیگه در این جنگل پیداشون نشه. راحت میشه بود. خسته شما؟ خسته؟ اگه یه لحظه نفرت کنم هممون کشته میشیم. بچه هم بیرون باز خودمون رو برسونیم با اون برای جنگل. باشه. خودشون هم دارن میان. اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ صبر کنید ببینم این طرف ها چی کار میکنین. بدون خداحافظی کجا تشریف میبری؟ چرا خداحافظی؟ ما داریم میریم خدمت جناب شیر. نشنیدم، میرید پیش جناب شیر؟ تو مای نگفتی داریم اینجا فرار میکنیم ها؟ پس حدسمون درست بود. باورتون نشه، این کفتار ما خیلی شوخه، از این حرف زیاد میزنیم. خب که شوخ هم هستی. اجازه بدید، خواهش میکنم، حتما اشتباهی شده. حالا دیگه ملغ بازی پیش قاضی.
حالا بهتون نشون میدیم. نه 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 اونا بعد از اینکه کتک مفصلی خوردن به سختی تونستن از دست گوریل و شامپانزه فرار کنن. قربان باید سری بگیری بشون. بلش میکن دیگه جرعت نمی کنن به راحتی به این جنگل برگردن. این همون چیزیه که جناب شیر میخواست. ما همیشه میگفتیم که دامون بیگناهه. ببین اینا مثل آفتاب پرست میمونن، هر روز رنگ عوض میکنن. اگر هم مثل من باشید قبول کنید که همه تون میگفتید دامون گناهکاره. امروز روز شادی و جشنه، دیگه به گذشته بر نگردید. خوشحالم که جنگل از شر گرگ و روباه و کفتار نجات پیدا کرد. منم خیلی خوشحالم که دامون دوباره به جمع ما برگشت. ما هم منتظرت بودیم. جان جناب شیر به سلامت باشد. بنده در خدمتم. خیلی خوشحالم بعد از این همه سختی بالاخره از شر گرگ و روباه و کفتار خلاص شدیم. دیگه مجبور نیستیم هر شب صدای زوزه گرگ و خنده های زشت این کفتار رو بشنویم. ببینم بچه هامو پیدا کردی؟ متاسفانه نه، خیلی گشتم اما هیچ اثری از اونا ندیدم. نگران نباش، باید صبور باشی، هر جا باشم پیداشو میکنی. دلم میخواست توی این روز شاد بچه هام کنارم باشن. به همه پرنده ها سپردیم که اگه اونا رو دیدن بهمون خبر بدن. روباه و همراه گرگ و کفتار و کلاغ مجبور شدن به کوهی پناه ببرن و توی غاری پنهان بشن. صدای چیه؟ چه خبره؟ از وقتی که از اونجا رفتیم هی همشون دارن جشن میگیرن. جشن چی؟ حتمی ختم جشن خلاص شدن از دست تو رو دارن میگیرن. آره به خاطر تو بود که ما آواره شدیم. حالی تو؟ چی بودیم چی شدیم؟ دوستان اینقدر حسرت گذشته رو نخورید، من مشکلتون رو حل میکنم. گمونم روباه دوباره میخواد بلایی سرمو بیاره. بهتره کاری کنیم تا ما رو بیشتر از این بدبخت نکنه. بچه ها دوباره یه نقشه دیگه داره. کرکس، همین چند وقت پیش نبود که به من قول دادی صاحب این صدا رو پیدا میکنی و پیش من میاری؟ قربان، چون چند وقتی سر و صدایی از اون نشنیدم گفتم شاید غذای گرگ و کفتارها شده. اشتباه کردم، بار دیگر به من فرصت دهید او را میارم. فرصت؟ ما هنوز نمیدونیم این حیوان کیه؟ از کجا اومده؟ از ما چی میخواد؟ فرصت؟ قربان چشم به زودی او را میآورم. این صدا هم برای ما شده دردسر. باید هر جوری شده با کمک این دمنه پیداش کنم. ای وای، دوباره سر کله این کرکسه پیدا شد. دمنه،
چی شده؟ چرا منو میبینی قایم میشی؟ چون ازت خجالت میکشم. خب هر کاری کردم نتونستم بیارمش. ترسیده بابا. از چه چیزی ترسیده؟ از صدای نعره شیر. داشت میومد یه دفعه صدای نعره شیر تو جنگل پیچید. حالا فهمیدم چرا نیومده. فکر میکنه شیر عصبانی یاره؟ اما حالا همه چیز عوض شده. دامون به قصر برگشته. شیر خوشحاله. هر بار که صدای شنزبه رو میشنوه درباره اون پرسجو میکنه. از صداش خیلی خوشش اومده. میخواد ببینتش. دمنه وقتی شنید که دامون آزاد شده و به قصر برگشته دوباره امیدوار شد. به طرف الفزار حرکت کرد تا شاید بتونه شنزبه رو پیدا کنه و به قصر ببره. شنزبه! سلام دوست عزیز، مدت هاست ندیدمت. این منو چی کار میکنی؟ خیلی دنبالت گشتم تا اینکه اینجا پیدات کردم. شیر بدجوری دنبالت میگرده. وای بیچاره شدم. دمنه کمکم کن. فکر کنم این دفعه باید از دست جناب شیر فرار کنم. دیگه بدبخت شدم، نمیتونم برم جایی. اول که از پیش اربابم فرار کردم، حالا باید از تو جنگل فرار کنم. آروم باش، آروم باش. اینطوری که تو فکر میکنی اصلا نیست. جناب شیری جورایی از صدای تو خوشش اومده. اون میخواد از نزدیک ببینته. جدی میگی؟ من میدونستم که جناب شیر خیلی خوبه. من الافزارو خیلی دوست دارم، ولی از جنگل خوشم نمیاد. چون صدای ایبونا درسناکه. چطور برگرد؟ چی برگردی؟ شوخیت گرفته؟ منظورم اینه که هر وقت جناب شیر اومد تو الافزار من براش آواز میخونم. حالا که جناب شیر میخواد شخصا تو رو ببینه زشته که نریم. عصبانی میشه. عصبانی میشه؟ تازه دوستم کرکس کلی منت سرم گذاشته. گفته اجازه میده جناب شیر ما رو ببینه. خیلی خوبه که دوتایی جناب شیر رو میبینیم. خیلی خوشحالم. البته یک کمی هم میترسم. نه ترس بابا، اتفاقی نمیفته. نگاه کن شنزبه، رسیدی به جایگاه جناب شیر. پلنگ سیاه ها نگهبانای جناب شیرم. من تا حالا حیوانایی به این سیاهی ندیدم. سیاه خان نظاره کن، مهمون جدید اومده. واقعا چیزایی ندیده؟ من که تو حالا همچین موجودی ندیدم. بهتره یخت سینجیمشون کنیم تا ببینیم کیان. اینم با کی کار دارید؟ اینجا چی کار میکنین؟ من و شنزبه اومدیم کرکس رو ببینیم. کرکس که اینجا زندگی نمیکنه. قربان ما اومدیم تا من برای جناب شیر آواز بخونم. شنیدم شیر از صدای من خیلی خوشش اومده. اومدی آواز بخونی؟ تو کی باشی؟ از کجا اومدی حالا؟ من شنزبم، تازه اومدم تو جنگل. برای همین جناب شیر میخواد منو ببینه. شنزبه؟ آها یادم افتاد. جناب شیر گفت امروز یه مهمون غریبه واسش میادم. خب بیا داخل. برید کنم. چون جناب شیر از شغال اسمی نبردن. دمنه نگران نباش، من اینقدر بلند آواز میخونم که تو هم صدامو بشنوی. دمنه خیلی ناراحت شد چون دیگه نمیتونست شیرو از نزدیک ببینه. قربان مهمون شما شنزبه اینجاست. شنزبه؟ قربان این همون حیوانیه که تازه اومده تو جنگه. سلام خدمت جناب شیر، من شنزبم، صاحب صدای بلند و زیبا. بگو ببینم بدون اجازه در جنگل من چه کار میکنی؟ چرا با این صدای نکرت آرامش جنگل منو به هم زدی؟ نکره؟ بکردم شما صدای منو دوست داری. به من بگو تو جنگل من چی کار داری؟ از کجا اومدی؟ اگه اجازه بدی همه چیزو میگم. من مجبور شدم از روستامون فرار کنم. روستا دیگه چجور جاییه؟ برای چی فرار کردی؟ قربان روستا خیلی خیلی از جنگل ما دوره. قربان
روستای ما جای خیلی خیلی قشنگی. شنزبه ترسیده بود، فکر میکرد شیر منتظره تا اون یه دهن براش بخونه، اما شیر علاقهی به صداش نداشت. شیر میخواست بدون اون کیه، از کجا اومده. شنزبه هم مجبور شد تا همه چیزو بگه. شنزبه و نندبه توی استبل اربابشون با هم به دنیا اومدن. همیشه توی این استبل زندگی میکردن. کنار استبل یه الاغ زندگی میکرد که رفیق صمیمی اونو نندبه بود. هی دوستان، چرا هنوز سر مزرعه نرفتی؟ خواهشن امروز سر به سرمون نذار. حالا اوضای خوبی نداری، مداهبه بونم نشد. آره داداش میدونم، این که داستان غم انگیز هر روز شما دوتاست. یه خورده به دنیا بخندین تا دنیا به شما بخنده. از این که سعی میکنی ما رو درک کنی ممنون. میدونی تو همیشه نفست از تو در قربان، ما داشتیم آماده میشدیم که بریم سر مزرعه. نفس میشه قربان، نزنید باز هم بلا کم کار میکنیم، زیاد میخوریم. حالیشون میکنم کار یعنی چی؟ خواهش میکنم عصبانی نشید. چشم قربان، چشم. اشتهام کور شد، هر روز این بیچارها از ترس نیمه جون میشن. اینم آخه شد زندگی داداش. ای بیرم، نمیذاره صبح های یه لقمه غذا بخوریم. شنزبه تعریف کرد که چجوری اربابشون هر روز صبح با دعوا اونا رو مجبور میکرد که سخت کار کنن. بعدش هم قول میداد که اگه خوب کار کنن غذای بیشتری بهشون بده، ولی آخر روز هم میزد زیر قولش. دام باش داداش، وگرنه امروز همون یه ذره علف هم همون نمیشه. شنزبه تعریف کرد که روستاشون خیلی زیبا، اما چون هر روز ارباب باشون دعوا میکرد از اون زیبایی لذت نمیبردن. مجبور بودن با شکم گرسنه، گاواهن سنگین و تا شب رو کولشون بکشن. فکر کنم گاواهن گیر کرده به یه چیزی، فشار بده تا رنجی. چقدر راحت دارین میرین، نکنه گاواهن شکسته. شنزبه بکنم بدبخت شدیم، آخرین بار یادت میاد وقتی گاواهنمون شکست اربابامون چی کار کرد؟ من که دیگه جون و جرأت برگشتن به روستا رو ندارم، ارباب این دفعه بیچارمون میکنه. خب چی فکر میکنی چی کار کنیم؟ اینجا که نمیتونیم بمونیم آخه. بهتره از هم جدا بشیم تا نتونه پیدامون کنه، اما راستش نمیدونیم کجا بریم، هر جا بریم میشناسنمون. آه فهمیدم، بهتره بریم تو جنگل، اونجا دیگه جرأت نمیکنه بیاد سراغمون. جنگل؟ خطرناک نیست؟ حرفای پدر فراموش کردی؟ فعلا روستا خطرناکتره، بهتره زود بریم. فردا غروب کنار جنگل همدیگر رو میبینیم، اونجا تصمیم میگیریم بریم تو جنگل یا نه. شنزبه وقتی رسیدی وایس تا منم بیام. حتما، من بدون تو مگه میتونم جایی برم؟ دیشب تا صبح نذاشتی بخوابم. این نندبه کیه هی تو خواب صداش میکردی؟ نندبه داداشمه، گمش کردم. کاشکی از روستا فرار نکرده بودی. جنگل جای بزرگی، سب کن پیداش میشی. از دست دادن یو سختی، خیلی سختی. قربان، شما باید منو ببخشید.
من از روی ناچاری به این جنگل فرار کردم، آخه جایی نداشتم. همه گم کردن داداشم کلافم کرده بود، بد جوریم گرسنه بودم. دیگه رفتم تو علفزار تا میتونستم خوردم. میدونم کار بدی کردم جناب شیر، چون منم بچه هامو گم کردم میفهمم شنزبه چی میگه. کسی نمیتونه بدون اجازه وارد جنگل من بشه. اگه به خاطر حرفای دامون نبود دیگه نمیتونستی تو این جنگل بمونی. دامون بهش یکی از چراگاه‌های بزرگ رو نشون بده تا با آرامش اونجا زندگی کنه. شیر از صداقت و صمیمیت شنزبه خیلی خوشش اومده بود. برای همین تصمیم گرفت یه علفزار بهش بده و مسئولیت حفاظتش رو به عهده دامون گذاشت. جناب شیر، یه علفزارم به دوستم شغال بدید که بیرون منتظر وایساده. من فکر میکردم که فقط یه شغال علفخوار داریم، اونم دامونه. این شغال که دوست منه گوشتخوار نیست، گیاهخواره. برای همین براش یه علفزار میخوام. دامون کنجکاو شده بود. احساس کرد که رابطه‌ای بین خودش و این شغالی که شنزبه ازش صحبت میکنه هست. دوستم شغال بیرون قصره، آخه نذاشتن که بیاد تو. اون شغالی که بیرون منتظره بیاریدش اینجا. قربان، اون شغال همون لحظه که شنزبه اومد تو از اینجا رفت. خوشحالم که جناب شیر با تو آشنا شد. تو هم باید منو با دوست شغالت آشنا کنی و اونو بیاری اینجا. نگران نباش، دوست من عاشق اومدن به قصر، شب و روز خوابشو میبینه. باورم نمیشه، فکر میکردم که دیگه کلکم کنده است و شیر حساب منو میرسه. چرا اینقدر تو فکری؟ خیلی دلم میخواست برم پیش جناب شیر، اما اونو نذاشتن برم. دمنه کجایی؟ خب با من چی کار داری؟ مگه پیش شیر نرفتی؟ دیگه اصلا من چی میخواد؟ وقتی اونجا بودم شیر و مشاورش درباره یه تو صحبت میکردن، میخواستن تو رو ببینن. میشنوی؟ میگه جناب شیر و دامون میخوان منو ببینن. باز دوباره چی کار کردی؟ چه دست گلی به آب دادی دمنه؟ قسم میخورم کار بدی نکردم، فقط با کرکس به شنزبه کمک کردیم تا به قصر بره. کلیله خواهش میکنم، خواهش میکنم دنبالم بیا. میترسم اگه تنهایی برم بلایی سرم بیاد. قربان، اینا همون دوتا شغالی هم که میخواستید ببینید، کلیله و دمنه. دامون وقتی من و دمنه رو دید برقی تو چشاش زد، لحظه‌ای به ما خیره شد، انگار ما رو سال هاست که میشناسه. شنزبه، تو مگه نگفتی یه شغاله؟ اما من اینجا دوتا شغال میبینم. آخه اینا برادرم. دمنه دلش میخواست برادرش کلیلم جناب شیر رو ببینه. برادرم؟ به هم بگید بچه های کدوم شغال؟ ما وقتی کوچولو بودیم پدرمونو گم کردیم و چیزی درباره اون اصلا نمیدونیم. ببینم این اسما رو کی روی شما گذاشته؟ یه پرنده ما رو با این اسما صدا میزد، میگفت دوست پدرم. امروز اینجا چه خبره؟ خوشحال شدم دیدم بچه هاتو خودت پیدا کردی. بچه هام؟ تو درباره چی حرف میزنی؟ اینا دوستای شنزبه. فهمیدی جان چی گفت؟ گفت دامون پدرمونه. پدرم؟ من این دوتا شغال رو کاملا میشناسم، البته حالا کمی بزرگ شدن. رنگ صورتشو میبینی؟ هم رنگ خودته. گوش اون یکی نگاه کن، شبیه گوش خودته. هنوزم شک داری؟ خدایا شکره، هرچی ازت خواستم بهم دادی. پدرم پیدا شد، اون مشاور جناب شیر عالیه. خواهی
خدایا چقدر خوب شد، من خیلی خوشحالم. دیدار با پدرم لحظه فراموش نشدنی برای من و دمنه بود. از آوارگی و تنهایی به جایگاه بلندی رسیده بودیم. دیگه حاضر نبودیم حتی برای یک لحظه که شده از پدرمون جدا بشیم. بعدش چی شد؟ برادرم دمنه به آرزوش رسید، وارد قصر شد. بعد از پدرم، برادرم دمنه به بالاترین مقام رسید و مشاور شیر شد. پدر، شنزبه چی شد؟ شنزبه هم اولین شیرین گوشتی بود که کنار شیر می نشست. اون رفیق صمیمی شیر شد. عاقبت بچه ها فهمیدن که شامپانزه و گوریل با ما شغالا بد نبودن. اونا فقط فرمان شیر رو اجرا می کردن.